عرض سلام و احترام دارم خدمت همراهان گرامی فرادست. بنده امید زندی هستم. در این آموزک می‌خواهیم به دیود، نماد دیود و تشخیص پایه‌های اون بپردازیم. همونطور که می‌دونید، نیمه هادی سیلیکون در دمای معمولی رسانه‌ای خیلی زیادی ندارد و برخی از الکترون‌ها در لایه ظرفیت سیلیکون به خاطر گرمای محیط می‌توانند انرژی کافی را دریافت کنند و از قید هسته خارج بشوند. اما تعداد این الکترون ها خیلی ناچیز هست و عملا میتونیم در دمای معمولی سیلیکون رو عایق فرض بکنیم. برای افزایش رسانه سیلیکون ما باید یک ناخالصی یا دوپینگ رو بر روی سیلیکون انجام بدهیم که در دو حالت انجام میشود: اضافه کردن ناخالصی 3 ظرفیتی و 5 ظرفیتی. اگر عناصر آنتیموان یا اسپی رو به ساختار سیلیکون اضافه بکنیم، به دلیل اینکه در لایه ظرفیت آنتیموان 5 الکترون وجود دارد، 4 تا از الکترون ها با 4 تا اتم سیلیکون پیوند کووالانسی تشکیل می دهد و 1 الکترون آزاد می شود، یا در واقع 1 فری الکترون ایجاد می شود که باعث ایجاد جریان الکتریکی می شود. این نکته را هم باید ذکر بکنم که جریان الکتریکی ناشی از الکترون های آزاد هست، نه الکترون های مقید. اما اگر عناصر 3 ظرفیتی مثل بور به ساختار سیلیکون اضافه بشود، این عناصر در لایه ظرفیت 3 تا الکترون دارند. در نتیجه یک حفره ایجاد می شود که این حفره ها هم دقیقا مثل الکترون آزاد می تواند باعث افزایش رسانایی بشود. به این سیلیکونی که آنتیموان به اون اضافه شده است، نیمه هادی نوع N یا نگتیو میگوییم و به سیلیکون با ناخالصی 3 ظرفیتی نیمه هادی نوع P یا پوزیتیو میگوییم. حالا اگر دو تا ساختار سیلیکون داشته باشیم که یکی نوع N و یکی نوع P باشه و این دوتا رو در کنار هم قرار بدهیم، پیوندی به نام پیوند PN که همون دیود هست ایجاد می شود. در این تصویر لحظه T برابر با 0 رو مشاهده می کنید که نیمه هادی های نوع N و P با هم تماس پیدا می کنند. نیمه هادی نوع N الکترون های آزاد فوق العاده زیادی دارد، ولی تعداد حفره ها در اونها خیلی ناچیز هست. به همین دلیل به الکترون ها حامل های اکثریت و به حفره ها حامل های اقلیت می گوییم. اما در مقابل نیمه هادی نوع P حفره های خیلی بیشتری نسبت به الکترون ها دارد. پس در نیمه هادی نوع N الکترون ها حامل های اکثریت هست، ولی در نوع P حفره ها حامل های اکثریت هستند. این حفره ها رو مثل بار مثبت در نظر می گیریم و در نتیجه نیروی جاذبه شدیدی بین این الکترون که بار منفی دارد با حفره که بار مثبت دارد ایجاد می شود. بنابراین این الکترون ها با یک تمایل خیلی زیادی می خواهند با این حفره ها ترکیب بشوند. این تصویر چند لحظه بعد از اتصال رو نشون می دهد. طبیعتاً اگر یک الکترون از اینجا به نیمه هادی نوع P منتقل بشود، در این صورت نیمه هادی نوع N دارای بار مثبت خواهد شد و از طرفی یک الکترون به ناحیه P اضافه شده، پس ناحیه P دارای بار منفی می شود. بنابراین در این مرز یک بار الکتریکی مثبت شدید و در این مرز یک بار الکتریکی منفی شدید ایجاد می شود که این دوتا بار باعث می شه که یک میدان الکتریکی خیلی قوی ایجاد بشود که جهت این میدان الکتریکی به سمت چپ هست در این شکل. و از طرفی می دونیم که در میدان الکتریکی بر الکترون در خلاف جهت میدان نیرو وارد می شود. بنابراین این میدان به سمت چپ هست، اما نیرویی که به الکترون وارد می کند به سمت راست هست. بنابراین این میدان باعث میشه که الکترون های بیشتری به ناحیه P منتقل نشوند. در واقع در لحظه ای که اتصال برقرار میشه، تعداد زیادی الکترون منتقل میشه، اما هرچه الکترون بیشتر منتقل بشه، قدرت این میدان الکتریکی هم بیشتر میشه و نیروی بازدارندگی در مقابل حرکت الکترون ها هم بیشتر می شود و یک لحظه می رسه که تعادل برقرار می شود و دیگه الکترونی از ناحیه N به ناحیه P منتقل نخواهد شد و یک میدان شدید بین دوتا نیمه هادی نوع N و نوع P ایجاد می شود که خالی از بار الکتریکی هست و به همین دلیل به اون ناحیه دپلیشن یا توهی می گوییم. و ولتاژی که به خاطر این دوتا مجموعه بارهای مثبت و منفی هست رو با ولتاژ 100 نشون می دهیم. اتصال PN دقیقاً یک دیود رو مشخص می کند که در مدارهای الکتریکی از این نماد
برای دیود استفاده می کنیم. سمتی که نیمه هادی نوع پی قرار می گیرد با آنود مشخص میشه و سمتی که نیمه هادی نوع N قرار میگیرد کاتود رو مشخص میکند که به اختصار با A و K نشون داده میشوند. تشخیص پایه های دیود از اهمیت زیادی برخوردار هست، چرا که برای تحلیل مدارات دیودی ما باید پایه های اون رو مشخص بکنیم، یعنی مشخص بکنیم که کدوم پایه آنود هست و کدوم پایه کاتود هست. اگر دیود رو ایدئال در نظر بگیریم، در این صورت ولتاژ آنود نسبت به کاتود رو، یعنی این ولتاژ رو با VAD و جریان آنود به سمت کاتود رو با ID نشون میدهیم. و در دیود ایدئال اگر ID بزرگتر از صفر باشه VAD صفر میشه، ولی اگر VAD کوچکتر از صفر باشه ID صفر خواهد شد. یا به عبارت دیگه دیود جریان رو در یک سمت هدایت میکند و در سمت دیگه هدایت نمی کند. این خاصیت جالبی در دیود ها هست، برخلاف مقاومت که در هر دو جهت جریان رو عبور می داد. در این شکل انواع بسته‌بندی دیود رو مشاهده می کنید. یکی از رایج‌ترین بسته‌بندی ها بدین صورت هست، یعنی به شکل یک استوانه هست که در یک طرف استوانه یک نوار بدین صورت وجود دارد که دقیقاً کاتود رو مشخص می کند و از سمت دیگه طبیعتاً آنود خواهد بود. همچنین مثلا در این بسته بندی این قسمت که داره یک برجستگی هست آنود رو مشخص میکنه و سمت دیگه کاتود رو تعریف خواهد کرد. و در این بسته بندی هم اگر IC دیود رو روبروی خودمون نگه داریم، پایه‌ای که در سمت راست قرار میگیرد آنود و پایه سمت چپ کاتود رو تعریف میکند. هر کدوم از این بسته بندی ها برای محدوده ولتاژ مناسبی طراحی میشوند. مثلا برای مدارتی که ولتاژ ها و جریان ها خیلی پایین هست اغلب از این بسته بندی استفاده میشود، اما در سیستم های قدرت که ولتاژ ها و جریان ها خیلی بالا هست اغلب از همچین بسته بندی های استفاده میکنیم و تحمل ولتاژ و جریان دیود فوق العاده بالاتر میرود. چگونه میتوانیم تشخیص بدهیم که یک دیود سالم هست یا خراب هست؟ براحتی میتونیم از یک اوهمتر استفاده بکنیم. ابتدا با استفاده از نکاتی که در اسلاید قبل توضیح دادیم پایه های آنود و کاتود رو مشخص میکنیم. سپس دو تا آزمایش رو انجام میدهیم. در آزمایش اول پروب قرمز رنگ یا مثبت اوهمتر رو به آنود متصل میکنیم و پروب مشکی رنگ یا منفی رو به کاتود متصل میکنیم و همینطور سلکتور رو هم باید بر روی اوهم سنج قرار بدهیم. در این صورت در این حالت باید اوهمتر یک مقاومت خیلی کوچیک و در حالت ایدئال صفر رو باید نشون بدهد. اما اگر دیود رو برعکس بکنیم، یعنی پروب قرمز به کاتود و پروب مشکی به آنود متصل بشود، اوهمتر باید یک مقدار فوق العاده بزرگ و یا OL رو نشون بدهد که به معنای همون بی‌نهایت هست، یعنی نمیتوان مقاومت رو حساب کرد. پس اگر آزمایش یک رو انجام دادیم و آنود رو به پروب مثبت و کاتود رو به پروب منفی متصل کردیم و سلکتور بر روی اوهم سنج بود و یک مقدار فوق العاده بزرگ مثلا 100 کیلو اوهم بر روی اوهم متر نشون داده شد، این یعنی که این دیود سالم نیست. میتونیم از یک مدار ساده هم استفاده بکنیم. در دیودهای واقعی اگر جریان دیود بزرگتر از صفر باشه یا دیود روشن باشه، در این صورت ولتاژ دو سر دیود تقریبا برابر با 0.7 ولت هست. میاییم در عمل این مدار ساده رو میبندیم. در اینجا یک باتری داریم که باتری رو از طریق مقاومت R که برای محدودسازی جریان استفاده میشود به آنود دیود متصل میکنیم و کاتود دیود رو به منفی باتری متصل میکنیم. طبیعتا به خاطر اینکه پولاریته مثبت باتری از طریق R به آنود متصل هست، دیود باید در این مدار روشن بشود و در نتیجه در دو سر اون ولتاژ نزدیک 0.7 ولت باید ایجاد بشود. پس اگر مالتی متر رو بر روی ولتاژ دی سی تنظیم کردیم و پروب مثبت رو به آنود و منفی رو به کاتود متصل کردیم، باید بر روی نمایشگر مالتی متر یک عدد نزدیک 0.7 ولت رو ببینیم که در اینجا 692,000 ولت هست و این نشون دهنده سالم بودن دیود هست. البته دقت بکنید که برای این مدار که ما خودمون کاری کردیم که دیود روشن بشود، این ولتاژ 0.7 ولت می شود. اما در مدارات دیگه ممکنه که دیود در بایاس معکوس یا خاموش باشه و ولتاژ 0.7 نشون داده نشود و این به معنای خراب بودن دیود نیست.